سلام عزیزان، خوش آمده به برنامه آشپزی. امروز ما باز هم در خدمت شما هستیم و میخواییم امروز یک غذای سرخ شده برتان آماده بسازیم. میفهمید چی آماده میکنیم؟ کسایی که خواسته بودن گفتن به شکل رستورانت ها ما چه رقم بتونیم بال مرغ خودم آماده بسازیم تا هم ارزان تمام شد و هم اقتصادی باشه و هم مزه‌دار باشه و سی بودنش خود 100% برتان میگم سی می باشه، چون خودتان با اون روغن یک بار سرخ میکنید و دو بار سه بار هم فرق نداره، ولی اون روغن باشه که از صبح تا دیگر از صبح تا دیگر تا شب و مثل چریان داشته باشه دیگه طبعا روغن خراب میشه و قدر سی نمی باشه، فقط بخوریم و گلون در دستیم. میریم مغازه مواد لازمش میبینیم و برمیگردیم. بال مرغ، تخم مرغ، روب سیر، نمک، چهار مساله، آرد ترمیده، مرچ، پودر سیر، پودر زنجبیل، زیره و هات ساس. خب ایسا مواد لازمش یادداشت گرفتی و ای هم مواد لازم که بال مرغی که امروز آوردیم خورترک است و قسمت داخلش خوب آمده میشه، هیچ مشکلی نمیداشته باشه و با تکنیکی که آمدش میکنیم بسیار مزه دار آمده میشه. خب یک دانه کاسه ضرورت داریم، اینجا میگذاریم، یک دانه کارده برداشته و ای بال مرغه به این اندازه آمده میسازیم. به این اندازه خوب یعنی رانم بال مرغه با دو سه تقسیم میکنیم، این قسمت تکش دور میکنیم همین رقم به این شکل. همیشه به این اندازه اگر برش کنیم آماده بسازیم خیلی خوبتر پخته میشه، آرام و همه تو قسمت داخلش هم آماده میشه. ولی یک چیز است، اگر شما میخواید که این گوشت مزه‌دار و خوبتر آماده شه این پیش از پیش اخته کنید تا خوبتر آماده شه و امی گوشت همه مزه و طعم و امو ذائقه مصالحه را برای خود جذب کنه. تخم مرغ رو به سیر نمک ما خواست شوار مسئله زعفرانی استفاده میکنیم، شما رو دلتان هزار مسئله خواسته باشه میتونی اضافه کنی. همین مواد که شد دیگه هیچ چیزی ندارم، آرد ترمیده هم داره و چه. خب حالا همه این مواد داره همین رقم مخلوط میکنیم. وقتی شما به این شکل آماده ساختی بگذارش تا همه مواد را برای خود جذب کنه گوشت، فقط حرارت متوسط باشه، با حرارت متوسط آمادش میکنیم که نه زیاد داغ باشه و نه زیاد سرد باشه و این مرغایی که امروز آماده میسازیم با دو طعم آمادش میکنیم، یک ساده و ساده که کسی خوش ندارن تند باشه. در رستوران تام کسی که فرمایش میتن میگن دو رقم است، یکی که تند است و دومشم تون نیست. یک خلطه پلاستیکی کلان کار داریم به اندازه، بعدش آرد ضرورت داریم، داخلی خلطه دیگه چی اضافه میکنیم دو امرو با آرد، نمک مشت کم زیاد نی، بعدش پودر سیر، پودر زنجبیل، آرد مخلوط میکنیم، این را باید داشته باشه که مسالش زیاد نندازه که بگه که مسالش زیاد مندازیم مزه زیادتر میشه، خوشبوش زیادتر میشه. اگر آردش زیادتر شه یا مسالش زیادتر شه باز رنگ از این گوشت که آماده میسازیم و سرخ میکنیم خراب میشه. این گوشت هایی را که همین رقم همراه با تخم مرغ آماده ساختیم یک یکی همین رقم داخل یارد اضافه میکنیم، ولی باید داشته باشه که از چهار طرفش
مساله را برای خود داشته باشه و این تخم مرغ هم داشته باشه. خب وقتی به این شکل آماده ساختیم از دو تیزی گرفته به این شکل بستش میکنیم. هوا در قسمت داخل پلاستیک میباشه، به این شکل خوب بستش میکنیم و حال تصادف خلطه سراخ هست از چهار طرف حالا مکمل آردا بیرون شد. خب همه قدر مخلوط کنی بس. به شکل این گوشت هایی که آماده ساختیم میته کنیم به خاطر از اینکه با اندازه که آرده که ضرورت داشت همه رو بگیره، باقی مانده آرد از دیگه ضرورت نیست. خب اینا همش آرده برای خود جذب کرده، برای لیز که جذب کرده بعضی قسمت ها کش میبینی این رقم بهتر و خوبتر آرده برای خود گرفته که تزین و شکل و مزه اصلی ای غذا روغن حال آیسته آیسته گرم شد و این گوشت های بسیار مزه‌دار و خوبه. یک دانه تکانده تا آرد نداشته باشه میرخم. باز هم همی گوشت همراه با تخمی برای خود داشت، مصاله که به خود داشت اینا را همی رقم به می شکل چهار طرفش هم مادر را برای خود میگیره. پس دوباره داخل یخچال بگذاری و هر وقت دیگه که خواسته باشی میتونی از داخل یخچال بیرونش کنی و برای خود آماده بسازی. بس میره باید داشته باشی که هر باری که از داخل خلطه بیرونش میکنیم تکانده شوه، آرده که داره باید از چهار طرفش دور شوه. این قسمت های زیر اگه سعی کنی بعضی قسمت هاش کلوله کلوله کده خدا و این قسمت ها آرد زیادتر برای خود گرفته. همیست که امون مسئله که اضافه کرده بودیم قسمت اولی را که داخل روغن اضافه کرده بودیم آماده شد، دفعه دومش هم آماده میشه و این هم آتساس. میفهمی؟ این وینگز و یا این بال مرغ باید که تند باشه. میرخم آماده ساختیم، باید که تمام ساس به خود جذب کنه و همین رقم آماده باشه. قسمت داخلش خیلی خوب آماده شده، پخته شده، چهار طرفش قاقه که کریسپی میگن چی میگن همون رقمیست و اینا را یک دانه هیجا میگذاریم. با ساس بسیار کم آماده میشه یا اصلا این ساس اضافه نمیشه، همین رقم ساده میگذاریمش. کسی خوش دارن که همراه با کچپ باشه و کسی خوش دارن که همراه با باربیکی ساس و یا تویاکی ساس. ساس ها زیاد است و هر کسی خواست میتونه با مو طعم و ذائقه خواسته باشه برای خود آماده بسازه. خب اینایش هم آماده شد. آماده است و بال مرغ سرخ شده که آماده ساختیم خدا کنه خوشتون آماده بشه، شما هم موادش آماده ساخته و برای خود آماده کنید. فقط کافی است که بال مرغ از بازار خریداری کنید، بگذارید تا چی شود یخش آب شود و بعد از او اختش کنی، اقلا در یک ساعت دو ساعت بگذارید تا همه مواد رو برای خود جذب کنه و بعد از اون شما میتونید بعد دو شکل آمادش کنید، هم ساده و هم مرددارش. هم میتونه باربیکی باشه، هم تریاکی باشه، هم کچپ دار باشه. خلاصه طعمش در دست خودتان است که خودتان انتخاب میکنید که با کدام طعم و با کدام مزه آماده شود. اگر شما میخواهید که غذای مورد علاقتان آماده بسازیم شما میتونید با فیسبوک تلویزیون یک رفته پیام بگذارید، پیامتان با ما میرسه و انشالله همین رقمی که امروز ای بال مرغ
مزه‌دار خوب آماده ساختیم. شما میتونید که پایین بگذاری امو غذا را برتان همیری خم آماده میسازیم و اگر شما میخواید برنامه قبلی تلویزیونی یک تماشا کنید میتونید به صفحه یوتیوب چنل یک رفته برنامه آشپزی و برنامه بقیه تلویزیون هم میتونید تماشا کنید. عزیزی هم بود برنامه امروز ما، خدا کنه خوشتون آمده باشه. شما هم همین غذا را آماده بسازید تا برنامه بعدی که باز هم در خدمت شما قرار میگیریم. شما را با خداوند پاک می‌سپارم. شاد و موفق خوش و خوشحال باشید. خدا حافظ. Thank you.